7 سال تلاش به فناوری استخراج عصاره لجن طبی دست یافتند. دریاچه آب شور ارومیه نام آشنایی برای ما ایرانیانه. توی دنیا هم خیلی ها این دریاچه رو که 4810 کیلومتر وسعت داره به خوبی میشناسن. اما همه نمیدونن دریاچه ارومیه یک منبع مهم بیولوژیکیه و پر است از مواد بیوارگانیک که اون رو توی دنیا منحصر به فرد میکنه. دریاچه ارومیه یکی از 7 دریاچه بزرگ شور جهان هستش و یکی از 2 دریاچه‌ایه که دارای لجن طبی هست. علاوه بر لجن طبی دارای یک سیستم پروتئینی حاصل از آرتمیا هست این دریاچه. از قدیم الایام بسیاری از مردم برای کاهش دردهای عضلانی و درمان روماتیسم از لجن دریاچه ارومیه استفاده میکنند و اون رو به پاهاشون میمالند. اما کارشناسان میگن شوری حاصلی از این دریاچه و یونهای موجود در اون برای پوست یک لایه یونی ایجاد میکنه که مانع جذب مواد مؤثر موجود در این لجن میشه. بنابراین روش های قدیمی بازده کمتری داره و امروزه از روش های نوین استفاده میشه. روش نوین برای استفاده از مواد بیوارگانیک که موجود در لجن طبیعی دریاچه های شور، استخراج عصاره لجن از طریق کشت بیولوژیکی و تولید محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی از این عصاره است که این فناوری تاکنون انحصاراً در اختیار پژوهشگران رژیم صهیونیستی بوده. اما یک محقق ایرانی در تبریز به این فناوری برای تولید محصولات دارویی و آرایشی دست یافته است. ما هم توانستیم با 7 سال تلاش مستمر و پیاپی به این تکنیک دست پیدا کنیم و به این ترتیب بتوانیم محصولات دارویی، آرایشی و بهداشتی از لجن طبیعی و طبی دریاچه ارومیه استخراج نماییم. و این اولین کرم آرایشی تولیدی کشورمون از عصاره لجن دریاچه ارومیه است با فناوری جدید. مهمترین مزیت تولید محصولات دارویی و بهداشتی ساخته شده از عصاره لجن طبیعی را می توان استفاده از پروتئین ها و ویتامین های طبیعی برای جوانسازی بافت ها و قدرت بالایی دانست که این عصاره در افزایش گردش خون در بدن ایجاد می کند. این ماده ای که از لجن استخراج می شود در هیچ آزمایشگاهی و با هیچ روش های سنتز شیمیایی قابل تولید نیست. مواد مؤثر موجود در لجن جایی که لازم باشد جذب می شود و جایی که نیازی به آن نباشد جذب نمی شود. پس می شود گفت که دارای یک مکانیزم هوشمند است و جایی که جذب شود افزایش گردش خون موضعی ایجاد می کند و به این ترتیب می تواند دیواره رگ ها را از کلسترول رسوبی آن پاک نموده و حجم خون رسانی را افزایش داده و به همین ترتیب اکسیژن رسانی و سوخت و ساز سلول و بافت را نیز افزایش دهد. ادامه خبرها. جوان